سلام دوستان عزیز میسم هستم با درس پنجم از کتاب مول دو در خدمتتون هستم امیدوارم حالتون خوب باشه سال نو میلادی رو هم بهتون تبریک میگم سال 2021 بیست، هست امیدوارم سال پرخیر و پربرکتی برای همه شما دوستان و عزیزان باشه دوستان بریم که ببینیم درس چی میگه در همین اول ویدیو بهتون بگم که دوستان اگه از ما راضی هستین و میبینین که دوستانتون نیاز به آموزش زبان سوئدی دارن و در این حد هستن نه از این بیشتر خیلی بیشتر تر هستن نیازی نیست ولی اگه در حدی هستن که نیاز دارن این درس این کتاب رو ترجمهش رو ببینن و آموزشش رو ببینن حتما اینا رو به ما, ما رو به اونا معرفی کنید و اونا رو اینوایت کنید به گروه یوتیوب ما خب بدون فوت وقت میریم که ببینیم جریان چیه فری داگن میگه که روز هوای پاک یا روز هوای آزاد همچی چیزی اندا ای سپتمبر هد ایمناسی اسکولن اسکولن فری دا میگه روز در ماه سپتامبر دبیرستان هوای روز پاک داره روز هوای پاک داره امیل och hans klass eh, skulle åka på امیل و Lillhån. Det رفتن به جای به منطقه به یک پیکنیکی به, م... به یه منطقه به نام لیلخون یا لیلخون یا همون دریاچه کوچیک تقریبا میشه اسمش اینه ولی خب اسمو نمیشه ترجمه کرد تقریبا سوم لوگ نوگرا میل او سوم لونگ نوگرا میل او میگه که, که تقریبا میشه گفت چند چند حالا س... هر میل به زبان سوئدی دوستان این رو میدونید که هر میل میشه ده کیلومتر میگه که چند سی چل کیلومتر حالا, حالا عل چند, چند کیلومتر پ و کیلومتر نمیدونم دقیقش چقده بیرون از شهر نه نمیشه دقیقا نو گرام میل میگه که چند تا ده کیلومتر چند تا ده کیلومتر میشه حالا. دقیقاً دقیقا میخوای بگی چون میل میشه هر میل رو توی سوئدی ده کیلومتر حساب میکنن در الورناتیل اگزمپل در کند الورناتیل فیسکا پلوک سوامپ اوک بادا میگه که به طور مثال مثلا دانش آموزا میتونن ماهیگیری کنن قارت جمع کنن و شنا کنن دوم تور مد بدرت میگه که هوا هم خوب بود اونا شانس داشتن که هوا خوب بود دوار سولیت و گنسک ومت میگه که هوا خورشید خورشید هوا آفتابی بود و تقریبا گرم بود لررنا اوک ایلورنا اکتوبوس تیل سامانس از مدرسه کلاکان 9 پر مورنن میکه معلم ها و دانشآموزها با هم با اتوبوس ساعت 9 صبح رفتند. سیستا بیتن تیل خون یک دم تیل فوت میکه بخش آخر مسیر رو برای رفتن به دریاچه اونها با پای پیاده رفتند. تالاد دوم ها ان lärare talade om att de skulle ha en fisketävling. Men یکی یکی از معلم ها بهشون گفت بهشون گفت که شما می... ما اگه میخواین میتونید یه دونه مسابقه ماهیگیری برگزار کنین دن سوم اون در تو تیم مر فیک فلست فیسکر سکول وین نه که اونی که توی دو ساعت بیشترین ماهی رو بگیره برده آلا ترود ات سکولوار لت ات وینا میگه همه فکر میکردن که خیلی آسون بود برای بردن بردن خیلی آسونه من دیک یک اینت صبر رو ات فیسکا سو نوگ رو الیور تروت نده فول مد ان آنان لرر اوتی سکوگن خب میگه که ولی خب خیلی خوب خیلی جالب براشون پیش نرفت و که ماهی بگیرن و اونا خسته شدن سریع و حالا سریع نه ولی خسته شدن و دنبال یه معلم دیگه رفتن به درون جنگل فورت لیت سوامپ اس استلت میگه بخ... رفتن به درون جنگل به جایش جم... به جای ماهیگیری جمع کنن قارچ جمع کردن قارچ. جم قارچ یه بار دیگه کل... این این یه قسمت دوباره میخونم من د یک انت سبرا ات فیسکا سو, سو نوگرا الیور ترودنارد اوک فولید می ان انان لارره اوتی سکوگن فر اتلهتا اسوامپ استلت فهمیدین پس میگه که سریع دوباره میگم میگه که بعضی هاشون خسته شدن از ماهیگیری و به دنبال یه معلم دیگه رفتن توی جنگل برای کندن یا چیدن قارچ بار شیر ویل اینت پلوکاس وامدم توگ پو ای با رک او هو خون می که چندتا از دختران اونجا نمیخواستن که برن برای چیدن قچ پس مایشون پوشیدن و پریدن توی دریاچه دوار گنگکس که ومتنت دوار گنگکس که وامتینت میگه که تقریبا آبم گرم بود. میریم برای بخش بعدی دوستان حتما یادتون نره که ما رو به دوستان خودتون معرفی کنین بازم میگم اگه دوستان میبینی احتیاج دارم کمک اگه میبینی من میتونم بهشون کمک کنم حتما بهشون ما رو بهشون معرفی کنین لطفا من لوفتن بور یاده بلی شیلیک میگه که ولی هوا شروع کرد به سرد شدن افتره تاک بور یاده ات بلوسا اوک هیملن وار اینت لنگر بلو میگه که بعد از یه،, 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 مدت کوتاهی بعد از یه زمان کوتاهی شروع کرد به باد و آسمون دیگه آبی نبود به اون شکلی که بود دوار الدلس مولت میگه که کاملا ابری بود شیر نفروس و س... شیر نفروس و نر دم... کم اوپ اور خب یه بار دیگه میخونم شیر نفروس سو دوم کرده نر ببخشید اینجا گفتم نر نر دوم اوپ اور واتنت میگه که دخترا یخ زدن یعنی ما میگیم یخ زدم سردت میشه دخترا یخ زدن یا سردشون شد و شروع کردن به لرزیدن وقتی که از آب بیرون اومدن چون دیگه هوا اونجوری آفتابی نبود و هوا سرد شد شروع رو به سرد شدن رفته بود افتر تو تیم مر هاد اینن اف دوم سوم فیسکاده فوت فیسک میگه بعد از دو ساعت که اونایی که داشتن ماهیگیری میکردن هیچ کدومشون هیچ ماهی هنوز نگرفته بودن تام امیل بجز امیل هن هاد فوت ان لیتن ابوره میگه که اون یه دونه ماهی کوچیک ابوره گرفته ابوره یه دونه ماهی که تو اکثر دریاچه ها هست توی سوئد شما که اونها یه ذره رفته باشن اوت فلیکت و سو میدونن لررنا هاد یورت اوپ الت پو ان گریل پلات نره وید دسترنن میگه معلم‌ها یه آتیش کرده بودن پایین نزدیک ساحل و توی گریل جایی که گریل جایی که قسمتی که هست گریل جای پلات جایی که برای گریل کردن جایی که برای کباب کردن هست اونجا یه جای مخصوصی هست اونجا و آتیش کرده بودم برای که بچه ها بیان و گریل مثلا کنن اگه حالا ببینیم چی میشه در کوند آلا وارمسه میگه که اونجا همه میتونن خودشون گرم نگه دارن نو وارد اوکس و داکس فور لونش میگه که الان دیگه زمان برای ناهار هم بود سکول ان بیود بیوت پوکور اوکبرود میگه که مدرسه اونا رو به سوسیس و نون نون دعوت میکرد یعنی اونا رو مهمون مهمون کرده بود در اصل به کور و برود نون و سوسیس نوگر الیور هد ماتسک مثل مسی مد اسمورگوس و نوگر آن را هد مثل ای ایگت شد میگه که بعضی از دانش تغذیه با خودشون رو برده بودن و با ساندویچ و بعضی هم گوشت همراه خودشون رو برده بودن سوم دوم گریل که اونا اونجا گریل شروع کردن به گریل کردن امیل گریل لده سینفیس که امیل شروع کرد به گریل کردن یا هم کباب کردن ماهی خودش هم ماهی کچی کرده نمیدونم افتر ماتن یک آلا تیپس پرومونات میگه که بعد از خوردن غذا اونا رفتن به تیپس پرومونات تیپس پرومونات دوستان یه مسابقه ای هست که مثلا تی یه مسیری شما میری و سالا هست شما هم سالا رو باید پیدا کنی هم جواب بدی و کل مسیر رو بری هر کسی بیشتر جواب داده باشه میریزن تو قوره کشی و مثلا بعد مثلا جایزه میدن یه چیزی هست که تیپس پرومنات هست توی مسابقه ای هست که توی سوئد رایجه احتمال میدم اگه که توی سوئد باشین رفته باشین تیپس پرومنات دیوار این پرومنات پووتن فور ببخشید دوار پرومنات پرمونات با اونگفر تری کیلومتر با این استیگ سکوگن میگه که یک را پیاده روی بود تقریبا سه کیلومتر در راه باریک توی سکوگن استیک دوستان اگه تو جنگل رفته باشین دیدین یه راه باریک های هست به اینا میگن استیک استیگی سکوگن خب راه باریک توی سه کیلومتر توی جنگل فروگرنا با رولیگا و این سواره میگه که سالا باحال بود و خیلی سخت هم نبود نر دم کم تیل تیل گریل پلاتسن وار کلوکن تری و دوم سکول اوک همه ین میگه وقتی که اونا برگشتن دورشونو زدم زدن تیپس پرونا زدن برگشتن ساعت سه بود و همه میخواستن و زمان این بود که برگردیم به خونه دوباره برگردن به خونه دوباره دو مارکت دوم ات تو کیلر ساک ندس. میگه که فهمیدن که یه دفعه متوجه شدن که دو تا از پسرا نیست دوتا از پسرا کمه دوم حد این تکوم تیل بوکا. میگه اونا بر نگشته بودن آل اون راده وات سم هند می می که همه داشتن فکر میکردن که چه اتفاق واسه اونا افتاده حد دوم گوت ویلسه؟ آیا اونا گم شدن آیا اونا توی جنگل گم شده هستن یا مثلا هنوز نا... گم شدن توی جنگل این علامت سواله دوستان یه اردمون هم اینجاست من بازم میگم در سال قبلی هم گفتم این لینک کانال تلگراممون رو میذارم زیر همین ویدیو میتونید واردشین و این کتاب رو رایگان دانلود کنین و تمرین ها رو اینجا میبینید که این تمرین ها هست خودتون طبق درس ها انجام بدین تمرین های سختی نیست فقط باید یه خورده توجه داشته باشین حتما یادتون نره تمرین باعث میشه شما هیچ... ببین خیلی از من سوال میکنن چرا من یه چیز یاد میگیرم فراموش میکنم دلیلش اینه که تمرین نمی کنی دوست عزیز اگه تمرین کنی هیچ وقت این اتفاق واسط نمیفته من این قول رو بهت میدم تمرین پس بهترین عامل فراموش نشدن درسایی رو که یاد گرفتین هستش میریم سراغ بخش بعدی از درس پنجم دوستان عزیز و اسمش هست المنس حق همگانی از استفاده از طبیعت میشه تقریبا حالا حالا یه لحظه بیشتر متوجه میشین اسواریه هار آل رت ات وارا نتورن میگه که توی سوئد همه حق اینو دارن که توی طبیعت باشن ده کلس آلمان به این میگن حق همگانی ویفور روراوس رو را فریت میگه که ما میتونیم آزادانه خودمون رو هر جا بخوایم بریم من وی مست ویسا هنسین موت آن را ار اوت این ناتورن میگه ولی ما باید احترام و ملاحظه بقیه افرادی رو که توی طبیعت هستن رو هم بکنیم اوکی اینت سکادا ناتورن اوک یور لیو میگه پس ما حق صدم زدن به طبیعت و حیات حیوانات نداریم اینت استورا او اینت فور ستورا اینت بروکر من سیه میگه ما معمولا میگیم که خراب نکردن و مزاحم نشدن و خراب نکردن این میگه ما تو سوی احتمالا من نمیدونم ولی خیلی میگه ما اینو میگیم خراب نکردن و مزاحم نشدن و خراب نکردن توی طبیعت منظورشه این کارها رو نباید انجام بدیم the هر فور ویو را میگه این کارها رو ما میتونیم انجام بدیم With از overall این اتورن میگه میتونیم هر جا اقامت بگذیم کمپ بزنیم یا مثلا همچی چیزی هر جایی توی طبیعت میتونیم این کار را انجام بدیم اقامت به بگیریم چی میگن به زبان فارس اقامت بگذیریم همچی چیزی میگن من این تا پنوگون آن ولی توی زمین کسی دیگه ای نه یعنی میگه تو زمین شخصی کسی دیگه ای نه تلتا انت اوتنت او تنت فروگه مرک اگرن املوف میگه که میتونیم چادر بزنیم بدونی که اجازه گرفته باشیم از صاحب زمین چادر زدن و فرم کنم چادر زدن برای شب چادر زدن میتونیم چادر بزنیم بدونی که اجازه بگیریم برای یک شب از صاحب زمین پلوک ویلد بلومور میگه که گلهای وحشی رو میتونیم بچینیم بر اوکس ومپ چی... چی میگن اسفم میشه اه... قارچ و بر میشه تقریبا تمشک و همچی چیزایی اه... میتونیم اینارم رو هم بچینیم توی طبیعت تمشک میتونیم بچینیم اه... مثل بلوبر، وینبر، نمیدونم آره هر چیزی دیگه یور اوپلد اوم ار ریسک فور سکوگس برند میگه که آتیش بزنیم در صورتی که ریسکی برای آتش زدن جنگل وجود نداشته باشه بعد با اوورالت اوتان فرانونس بریگا الرتومت میگه که تو شنا میتونیم همه جا انجام بدیم به جز جای اسکله کسی یا مکان شخصی کسی یا زمین شخصی کسی او که بوت او میگه که میتونیم با, با کشتی با قایق همه جا و با پای پیاده همه جا میتونیم بریم من این دپو نوگون گونستومت ولی توی ملک شخصی کسی نه ببینید دوستم حالا این یه خورده گیج کننده است یعنی میگه میتونی بری ولی ملک شخصی نه ملک شخصی تقریبا میشه گفت من این چیزی که من خودم فهمیدم جایی هست که مثلا حسار کشیدن و نوشتن نمیتونی بیای این جاها رو شما نمیتونین برنانه بقیه جاها توی مثلا چون اکثر جنگل ها توی سوئد صاحب دارن حالا اکثر 90 درصدشون احساس میکنم صاحب دارن و مال شخصی کسی هستن مال مثلا دولت یا مال کشور نیست یا مال پادشاه زیاد نیست ولی خب این که بهتون میگم شما میتونید همه جا برین ولی جاهایی که هست حسار کشیدن اون جاها رو نمیتونین برین من احساس میکنم میگه اینه که جایی که حسار کشیده شده بیشتر منظورشه حالا ببینیم ده هر فور وی این تیورا میگه این کارا رو ما نمیتونیم انجام بدیم سکرپ نری میگه آشغال بریزیم توی طبیعت فرستورا ناتورن میگه که خراب کردن طبیعت طبیعت رو به هم بریزیم طبیعت رو خراب کنیم هیچ عقل سالمی این کار انجام نمیده سکادا اوکبوسکر بود صدمه زدن به درخت ها و بوته ها این کارا رو نمیتونیم انجام بدیم بازم تاکید میکنم این جز به کارهایی که نباید انجام بدیم گو پو اورکر سوم ار اود لده گو پو اوکرر ساری سوم ار لده میگه به مکانهایی به جاهایی که منطقه کشاورزی که چیز شده الان تحت کشت است نمیتونیم بریم داخلشون تا فوگل بون ایلر فوگل اگ میگه که نمیتونیم خونه پرنده لونه پرنده رو ورداریم یا تخماشون رو ورداریم حق دست زدن نداریم یا اوتن لیسنس میگه که شکار کردن بدون پروانه یا جواز شکار الد، دا ار ایلد فور بیود میگه که آتیش کردن در زمانی که آتش زدن آتیش کردن چیز قدقن ممنوعه میدونی که بعض وقتا توی سوئد مثلا چند سال پارسال توی سوئد شد ایلد فور بیود یعنی که شما نمیتونستی آتیش بزنی حتی توی گریل یعنی توی منقل خودت هم نمیتونستی آتیش بزنی چون که هوا انقدر خشک شده بود تا یه آتیش میزدی ممکن بود که منطقه ای که داری توش زندگی میکنه رو کلا به آتیش بکشی پس میگه ال ام دا ار ال نینگز بیو فور بیود. که آتیش زدن در زمانی که آتش کردن ممنوعه آتش کردن در زمانی که آتش کردن ممنوعه خوب ببینیم درس بعدی چیه عجب خب درس بعدی امیل کامر اینتهم ببینیم برای چی امیل نمیاد خونه امیل رینگل تیر ایلین میگه امیل به ایلین زنگ میزنه ایلین مادرشه ایلین ایلین جواب میده یعنی گفته ایلین وقتی تلفن جواب داده هی ده ار یاک میگه سلام این منم یا ار وید لیل خون وی می میگه من در کنار چیز کوچیکم دریاچه کوچیک هستم وی البته فکر اسمش لیل خواله در من در کنار لیل خواستم. هستم وی هار فوت پروبلم میگه ما یه مشکلی پیدا کردیم میگه یسو و هار هند میگه چه اتفاقی افتاده تو کیلر هار گوت ویلس او آل موست گو اوت افت دوم میگه که دوتا تا از پسرا گم شدن بقیه باید برن و دنبال اونها بگردن هاردوم اینگ موبیل مثل میگه که آیا این تلفن همراهی با خودشون ندارن موبایل با خودشون ندارن نه ده ورکر این تصور میگه مثلی که مثل ند... که مثل که اینجوری نیست ندارن منظورش اینکه مثل اینکه موبایل همراهشون ندارن هورلنگ هاردوم وارد بورتادو میگه چه زمانی هست که اونا گم شدن و نیستن یا ویت اینته لارارنا ار او رو میگه که معلم ها نگرانن دوم د ده این تا هر ست کیلر په می داگه. که اونا میگن که پسرها رو کامل قبل از ظهر اصلا ندیدن قبل از ظهر به بعد ندیدن ویسکا دیل گروپر اوک گو اوت نو میگه که ما الان باید خودمون رو به گروه های به چند گروپ یا گروه تقسیم کنیم و بریم دنبالشون بگردیم یا رینگ این سه میگه من دوباره بهتون زنگ میزنم بعدا بعدا دوباره بهت زنگ میزنم نر یا بیت نود وقتی که چیزی متوجه شدم وقتی چیزی که فهمیدم دستگیرم شد بهت زنگ میزنم من دوشی. اوکی لیک تیل میگه که باشه موفق باشین اوک گو این تو ویلس دو اکسو میگه که خود دیگه هم نشی لطفا همچی چیزی داره بهش میگه نر ایلین کامر هم نر ایلین کمر هم فران یوبت ار یونس ریدن هم میگه که وقتی ایلین از کار میاد خونه یونس خونه هست یونس همون شوهرشه یونس میگه که وار ار امیل میگه امیل کجاست کمر هن این تیلمی دامه برای شام نمیاتش نه هن رنگد فرنستون سیدن اوک برد داده ات هن فرتوارند وار وید لیل خان. میگه که ایشون زنگ زد و گفتش که هنوز در کنار لیلخو یعنی دریاچه کوچیک هست اونجاست تو کیلر هاد گات ویلسه می دو تا از بچه‌ها دو از پسرها گم شده بودن سو آل سکول یل پاس اوت اتلتا که پس همه میخواستن کمک کنن و دنبالشون بگردن هر اینگ نافدم نوگون نو موبیل دوباره یونس میپرسه که آیا هیچ کدوم از اونو موبایل نداشت نه دور کرده این نه مثل اینکه اینجوری نبوده نداشتن هپاس دوم در دوم میگه که امیدوارم که اونا اونها رو پیدا کنن نر کامر امیل هم دوم میگه که امیل کی دیگه خود پس امیل کی خونه میاد به نظره همچی سوالی داره میکنه هنر سکوله رینگ سه نره نر هن ویست نو میه که ایشون میخواست ایشون گفت زنگ میزنه وقتی که متوجه شد چه اتفاقی داره میفته ببینم اون ورش هم هست یا نه خب پس اینم که اینجوری شد ببینیم چی. دوستان باز هم میگم این درس رو من میذارم این کتاب رو من میذارم توی لینک کانال لینکش توی کانال تلگرام هست میتونین رایگان دانلود کنین لینک کانال تلگرام رو میذارم زیر همین ویدیو میتونید وارد شید مستقیم و دانلود رایگان کنید و انجام بدین اگه تا حالا انجام ندادین خب اینقدر هم نگیم که این کتاب اینجوریه این کتاب اون جوریه ما نداریم پس میگم که لینک کتاب پی تی رو میذارم راحت میتونید دانلود کنید توی موبایل و هر پلتفرم دیگه میتونید راحت استفاده کنید یا ترور دبیلر اسنو بخش بعدی من فکر کنم هوا برفی میشه پرن... پرنیلا طرف اوتن این گرن اوتن فور هوست میگه که پرنیلا یکی از همسایهاش رو بیرون از خونه ملاقات میکنه میبینه پرنیلا هی هی هور میگه هی هی میگه سلام سلام چطوری چ... چجوری هستی حالت چطوره همچی چیزی هی hey یو تک میگه سلام آره خوبم اوش وکل د ایدا میگه که ووه. هوای سردی امروز پرنیلا بهش میگه یا ورک لیگن میگه بله واقعا یا ترور ات یا ترور رسنو میگه من احساس میکنم اسنو میشه برتیل میبینه برتیل رو بهش میگه که فکر کنم هوا برفی بشه پرنیلا میگه من دیگه اسمارو نمیگم خودتون نگاه کنیم پرنیلا میگه ترور دو میگه فکر میکنی هم چیزی. واقعا ای... فکر میکنی اتفاق میافته یعنی اسم... برف میاد یا یو سوک پو ودرت پو تیوی گورکویل میه بله من دیدم توی برنامه هواشناسی دیروز اصر اکدم سا دکنشی سکولی بیل سنو ایداک میه که اونا احساس میکرد اونا گفتن که ممکنه که امروز هوا برفی بشه میه ها یا Uh, uh, دوم بروکر ساری میگه دمبروکر یو ویتا میگه که اونا بله اونا م... معمولا میدونن چه اتفاقی برای هوا میفته یعنی منظورش ایه بروکر یو ویتا میگه اونا میدونن که چیه ولی بله خب منظورش در مورد هوا هست یاتی که ات... یاتی که دهار بلی اه... این ای لگن میگه که من احساس میکنم توی آپارتمان هم هوا سردتر شده یه خورده سردتر شده مین المنت نستن این میگه که شوفاج های من تقریبا اصلا گرم نمیشه یا نهی نه یاگهار این اینت مکنون خیلی میگه که پرنیلا میگه نه من هیچ اتفاقی هیچ تفاوتی نمیبینم بین مثلا شفاج هم که یعنی سردتر شده یا گرمتر شده یا تیکرات یا تیکرات یا که دوست که رینگتیل هیرس وردن اوک به امنوگون تیتا پدین المنت شما به نظر من شما میتونی به صاحب خونه یه زنگی بزنی و ایشون یه نفر بفرسته که نگاه کنه به های شما منظورشون که فکر کنم خرابه یا یا ترور فکتیس که یورده میگه بله من فکر کنم این کار رو انجام بدم یا گور این اوک یورده د میگه که من میرم داخل خونه و اینو سریع و فوری انجام میدم. خداحافظ. هیدو، هیدو. خداحافظ. اینم از بخش بعدی بود. ببینیم بخش بعدی چیه. خب این میشه برای درس ششم بخش بعدی. هم اینجا. خیلی تمرین آسونیه فقط باید به تکسان نگاه کنیم، به مطالب نگاه کنیم و انجام بدیم. دوستان امیدوارم که راضی بوده باشین. اگه راضی بودین حتما ما رو به دوستان خودتون چرا من یزدی گفتم. اگه راضی بودین اگه از ما راضی بودین میتونین ما رو به اشتراک بذارین با دوستان خودتون حتما ما رو حمایت کنین لایک یادتون نره این لایک هایی که شما میکنین این کامنت که در زیر همین پست زیر همین ویدیو می نویسین به من کمک میکنه که بفهمم شما چه جوری هستین من حتما نگاه میکنم و میفهمم که نظر شما چیه چه چی کم و کاستی هست اونا رو تو ویدیوهای بعدی برطرف خواهم کرد پس یادتون نره که ما رو لایک کنید با دوستان خودتون اشتراک بذارید و نظرات خودتون رو زیر همین ویدیو بنویسین من حتما نگاه میکنم و اگر کم و کاستی باشه ازش استفاده و بهتر میکنم رو ویدیو هم بهتر بشه امیدوارم و به نظر شما توجه کنم پس در پناه خدا باشین و تا درس بعدی فعلا خدا نگهدار شما دوستان عزیز